گران دوستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز با عرض سلام و احترام خدمت همه در سراسر جهان از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم. امروز روز اول عید سعید فطر است. خواستیم تبریکی عید سعید فطر را عرض بداریم به جمله افغانان عزیز ما، خواهران و برادرانی که یک ماه ریاضت کشیدن، روزدار بودن و موفقانه به انجام رسید و بالاخره امروز روز تجلیل و جشن و خورسندی است. و همونطور که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده بودن، حدیث است که می فرماین دیگه افراد و اشخاص و پیروان ادیان دیگران روزهای معین خود داره برای تجلیل و خوشی ها، و مسلمانان دو عید داره، عید سعید فطر و عید سعید ادها. در این دو عید خرسندی و خوشحالی لازم هست و واقعا دامنی دین اسلام بسیار وسیع است و دین اسلام ارشادات داره از خود و کمالهای داره. وقتی به او آدم چنگ بزنه، واقعا انسان به کمال میرسه و در درون خود دو عید و خوشحالی و خرسندی سفارشات نهفته است که یک مسلمانی که یک ماه روزدار بود و بالاخره جسمان و روحان تسکیه میشه، قلب از او پاک میگردد، افکار یک شخص روزدار از عداوت، بغض، کینه، انتقام و اینا پاک و پاکسازی میشه، کلنز میشه گفته امریکایی ها، و بالاخره آماده تطبیق اوامر دین اسلام میگرده. یعنی انسان در حقیقت در یک ماه سیقل هست، سیقل روح و جسم انسان. واقعا در یک ماه اگر واقعا به متوری که نسخه گردیده و خود پیغمبر اسلام او را عمل نموده، اگر صورت بگیره ماه مبارک رمضان، در یک ماه اعمال نیک در شخصیت انسان واقعا به یک عادت تبدیل میشه و از آنچه پرهیز لازم است و منکرات است او را امتحان کنه که پرهیز بداره، انسان بهتر میشه. یعنی در امور اجتماعی و در داد و گرفت و ارتباطات یک شخص نیکوتر، بهترتر و موفقتر از لحاظ ارتباطات بشری از او درست میشه. میشه بالای از این بشار صحبت شد هم از لحاظ روانی و ای که برای خود جسم انسان چی اثرات مثبتی را با خود داره، از لحاظ فرض کنیم کلسترول، از لحاظ شکر و قند و دیگه مریضی های عامی که با یک سن در یک پکیج داخل میشه. از سن 50 و 60 وقتی بالا میریم امی عوارض عید حال بسیاری های ما میگرده. اگر با امو شرایطی که واقعا خداوند در نظر گرفته و نسخه گردیده یک شخص رو زدار چنگ بزنه و پیروی بداره، واقعا جسمان از بسیاری مریضی ها انسان التیام حاصل می داره. یک کمه که دشوار هست، ماه مبارک رمضان کسالت داره، بیخوابی ها داره، در یک چوکات بسیار دمتو زیق تقسیم اوقات می افته. یعنی تقسیم اوقات خوراک، پوشاک، ببخشیم خوراک و نمیدانم خواب و اینا با هم گد میخوره و مشکل میشه، آدم تشنه میگردد، گرسنه میشه و واقعا یک دیسیپلین هم تو بسیار شدید بالای یک روزدار قرار میگیره. مگر در درون یک انسان روزدار ایمان متجلی است و مو آرو پایلتی که در درون یک مسلمان یا مؤمن خداوند داخل ساخته و اسلام با عقیده آغاز میگردد، او باز عیار میسازه، با گرسنگی و تشنگی ها اما مقابله میکنه، چون ایمان
غلبه می داره بالای حرکات و سکنات انسانی روزدار، بنان او شخص موفق به در می آید. در هر مبارزه، در هر جهاد و جنگ و مقابله انسان بسیار خطرات می پذیره و ایمان انسان است که می کشانه یک شخص مجاهده، و در اینجا انسان با نفس خود در یک جدل و جنگ قرار می گیره. ایمان انسان به معرض امتحان قرار می گیره در برابر تشنگی ها و گرسنگی ها و وقتاً سختی های روزگار، که وقت تحلیل شوه از لحاظ جسمانی چی اثرات مثبتی را در بر داره و از لحاظ روانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ وقتاً برخورد های بشری یک انسان چی مفیدیت های از او حاصل می داره. وقتاً بسیار جالب است که ما عقیدمند هستم که روزه بر انسان مفید است. ماه مبارک رمضان که گذشت و واقعا با همه فیوزات خداوند فیوزات ماه مبارک رمضان نصیب هر کدام ما بداره و از خداوند لایزال متشکر هستیم که یک سال دیگر هم برای ما میسر ساخت و ما را در یک امتحان دیگر قرار داد و ثوابات وافر نصیب یک روزدار خداوند میگردانه. دیگه ما عید سعید فطر با همه خواهرها و برادرانی که در سراسر جهان تشریف دارن، خصوصا افغانستان، میتونین از طریق واتساپ و از طریق وایبر دو شماره رایگان روی صفحه تلویزیون قرار داره و همچنان شماره تلفن استودیو را دارین، میشه از دو طریق تلفن بزنین و با هم مصافحه ها و یک شعر، یک خنده و یک تجلیل از عید سعید فطر داشته باشیم و بیاین یک خرسندی را به دیگر برسانیم، یک خوشحالی را، یک امیدی را، یک هوب برای دیگر بتیم. بنان یک توفه میتونه باشه. شما باور کنین بعض دوستار آدم وقتی با ایشان می نشینم و اخلاقتان و نمیتونم کرکترتان با اونا می خوانه، یعنی قدر لذت بخش نیشم و بحث و صحبتی که واقعا می داره. یا فرض کنیم بعضی ها بسیار ظریف طبیعت انسان ها هستن، بعضی جملات بسیار مقبول میگن، یک فکایی را بیان می داره با او می خندین از دل، وقتی می خندین بسیار، یعنی یک نفر احساس راحت میکنه، اما استرس و فشارهای دماغی انسان زدوده میشه. دیگه بنان از این طریق وقتی شما تلفن میزنین و یک خنده را، یک فرحت را برای دیگه حواله میدارین در روز عید، یعنی معنای از این که شما به بسیاری مردم یک تحفه را فرستادین. اگه یک با یک باشه دو نفره صحبت می داره، یکی برای دیگه خوشحالی می رسانه. مگر در اینجا چون دستگاه یا تلویزیون جهانی است و رسانی همگانی، در حقیقت شما بسیار مردم یعنی خرسند می سازین. یعنی امروز در منازل خود بسیاری نشسته که یک نفر برشان تلفن کنه و چی خواسته که از طریق تلویزیون یکی برای از اونها خوشحالی را هدیه برسانه و او آدم بخنده با امو یک فکایی، یک ظرافت، یک شعر مقبولی که ما خانم به نام خانم نیکخو داشتیم، عجب شعرهای را اونا دکلمه میکردن، اشعار خودشان بود. متاسفانه دیر شده صدایشان را نشنیدیم و هر وقت از امو حلاوت کلام اونا، طرز دکلمه از اونا، لحجه بسیار مقبول تکلم میکردن به زبان دری، بسیار ملذت میبردم. یعنی خود دکلمه و طرز گفتار بسیار حلاوت از زبان بعضی ها داره. بیان با هم مشترکن امروز روز عید خوشحالی، خرسندی داشته باشیم، نه ای که منفیات رو یکی دیگه تعنه برسانیم. و بسیار خرسند میشم که اگر همونطور یک چیز صورت. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. و علیکم سلام. اوه ادریس گل، السلام علیکم، عیدتان مبارک. تلفن رو بردارم. عیدتان مبارک باشه. اوه ایدی رو زو نماز قبول
همچنان انشالله انشالله خداوند مستجاب بگردانم. بله بسیار زیاد تشکرید ایشان. خودت عزیز دل افغان ها هستین و شما خصوصا من دوست دارم ایتان. در باشین خطاب صاحب، شما خو ما خو یک بار براتون گفتم، یعنی واقعا همیشه تلویزیون شما رو میبینم، برنامه شما رو میبینم. ما هم یک چند روز همینجا آمدیم ترکیه هستم فعلا. خوب خیر خوب سفر کردم. بله دیروز ترکیه رسیدیم، باز امروز یک چند روز ترکیه آمدیم. باز همین شما در فکر ما بودیم، گفتیم همیزی زود کرده ببینم که چی وقت چنل شما شما میشه که بر شما بیکی مبارکی زنگ بزنیم. شما خطاب تایی واقعا برتان میگم، یعنی سن ما خواه کم خورد است، یعنی شما یک جای کاکا وار برمدار یا قدر واره، ما زیاد در شما میبینم، یاد میگیرم باز برنامه شما، زیاد خوش دارم برنامه شما را. از خود شما بخی جای بزرگوار برمدارین و من زیاد زیاد علاقمند شما هستم و زیاد خوش می باشم که وقتی که امی برنامه شما رو میبینیم و امرای شما در تماس میشم. دیگه از خاطر خواستم یک اوالتان بیگرم، اید مبارکی برتان زنگ بزنم. دیگه یک چند روز اوالتان نداشتم، خدا کنه که خوب باشین، خدا کنه که روزید بخیر تیر شوه طرفای شما. بخیر باشین شما، ترکیه سفرتان خدا هم بعافیت بسر ببره و لذت ببرین. اگر چی بشاری ها همین کلگی ترکیه رو هستن در می خانه و خاندان ما و دور و نزدیک، بیا ببینیم اتوالا ما ترکیه میرم. ترکیه ترکیه دیگه ایتور هست مثل هم موتر که استاد میشد، بیا کوتی سنگی که میره از پل باغ عمومی تو یک چیز شده و ما هم عوضی اونا رو میخوریم که کاش ما هم ترکیه میرفتم. و همه تو دیگه میگه ترکیه بشار جای خوب است و بشار مردم لذت میبرن سر. بسیار بله خطاب صاحب، یعنی واقعا شما خو یک ذره دور هستین از امریکا تا ترکیه یک ذره دور است، مگم خو بسیار جای دیدنی است، جای خوب است، مردم های خوب است دارن، مسلمان های خوب دارن. ما امروز صبح اینجا نماز وقت خواندیم، نمازی بود باز. بله یادم مسجد خود ترکا باز زیاد، یعنی واقعا نمی با سیستم پیش میرن و نمی کارشان زیاد خوش می خطاب صاحب که یعنی از دل خود یک گپ نمیکشن، کل دعا امی کل چیز در کاغذ نشته است، از نگاه کاغذ میخوانن. تو نیست که یک نفر ساد شو و یک گپ را بگه یک ذره یعنی دیگر هم بگه، یعنی کلش یعنی برای یعنی با یک رای سیستم پیش میدن و برای صحیح پیش میدن و نمی کارشان زیاد خوش میاد که یک پروگرام دارن، وقت کمی نمازیدان باشه بخی، یعنی برای درست پیش میرن، امی وقتشان معلوم است، امی پروگرام ایدشان معلوم است. بسیار از اون نگاه نام خدا خوب یک مملکت پیشرفت هستند دیگه. از خاطر یعنی بر هر افغان یا هر مسلمان که بتانه یعنی به ترکیه یک چند روز بیای، وقتش بسیار خوب و بسیار عالی تیر میشه. ولایت خود شما مرا تشویق کردین ادریس جان، ما هرچی باد آباد دیگه همی کارا و اینا را استا استا میگم هرچی شد به خداوند میسپاریم. ما برای یک 5 روز یا 10 روز اگه تانستیم یک چکر بریم که خود ما به چشم خود ببینیم و تجربه کنیم. دیگر اولا بسیار مرا تشویق میکنن. دیگه بخیر باشه صاحب، می شما که علی رفتین خداوند خوش بگذرانه. بله باشین تشکر. امی اینجا کامرین باز میبینین که واقعا امی رئیس جمهور از یا یعنی که یک ذره یعنی ما مسلمان ها ببینیم که واقعا بسیار خدمت کرده به کشور خود، اقه خدمت کرده. خطاب صاحب مخرم تقریبا یک 10 سال 15 سال پیش ترکیه آمده بودم خطاب صاحب، سرکا اینجا جور نشده بودن خطاب صاحب. حالا بیاین شما ترکیه را ببینین، افغان های ما خودشان دیدن ترکیه را، یعنی بعد بزنس یا بعد تجارت یا به مکتب یا به فاکولته زیاد افغان ها اینجا هست در شهر کشور یا شهر کلان، استانبول، ازمیر، انقره زیاد افغان های ماست. اینجا ببینین که ترکیه چقدر پیشرفت کرده خطاب صاحب، چقدر پیشرفت کرده. حالا خودشان موتورهای برقی جور میکنن، سیران پل جور کردن که اروپا را هم روی آسیا یعنی کنکت میکنن دیگه. حالا فعلا یک تا تنل بسیار دراز میخوان بکنن که اروپا، یک تا دگام تنل میخوان بکنن که اروپا را که آسیا کنکت کنن. یک میدان هوایی بسیار بسیار کلان بزرگ جور کردن در استانبول، یک تا دگام جور کردن که او میدان هوایی را که آدم ببینه که یک تک آدم ایران میمونه که چی یک میدان هوایی جور کردن. میگه ما شنیدم یک دانه مسجد جور کرده که 65,000 آدم در اونجا نماز گذار جا گذین. این برای ما تعجب بود والا. بسیار بسیار خوب شست دیگه. خب خدا کنه که یک روز ما برای این ممالک اسلامی حداقل والا دل ما میسوزد، جز حالا که تروریست هست، حالا آدم کش هستن، حالا ایتور هست و تور
تا پاهایی میزنن همین شیطان های بزرگ جهان که ما خود ما در ممالک خود یعنی یک تمدن خود تشویق کنیم، واقعا نشان بدیم که ما مسلمان ها هم یعنی شهر و دیار ما خود ما آباد کرده میتونیم بدون از اینکه دموکراسی را بیاره و ساز و سامان خود پیاده بسازه. دیگه ما متاسفانه در ممالک دیگه سر ساز و سرنگ و ترنگ و پرنگ زیاد انکشاف میکنه جایی که شهر و دیار خود تشویق. دیگه ایدریس جان شب جا تشکر لالای گل ما خوش شدم عوضت نشدیم انشاءالا باز طرف ترکیه کامدیم باز اعتراضیت هم دالمان بگیریم باز انشاءالا میمان ما باز بخیر و اولا خودت خود یک شخص محبوب ما هستین یعنی دیدار شما لازم است. بله 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 بسیار خوبی از خودتان از خطاب سب شما یک استاد ما هستین و ما شما یاد میگیریم شما بزرگوار هستین. دیگه خوش شدم عوضت نشدیم سلام برسانیم به اعضای فامیل سلام برسانیم سلام برسانیم به فامیل محترم السلام و علیکم السلام. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بله بله سلام علیکم. ایراد صاحب هستین. سلام علیکم. الو الو ایراد صاحب کجا بودین شما؟ بله سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم السلام خیر و خیریت چه حال دارید؟ الحمدلله عید مبارک. ایام مبارک. عیدتان مبارک. روزه و نمازتان خداوند قبول کنه. عباداتتان شنیدگان و بینندگان ما به آواز به طلا بیننده تلویزیون پیام افغانستان دیدی همه مبارک. تشکر از شما را خیر بتا همی بسار من خودم بسار وسیله نیک مبارک میدانم تلویزیون همی که این مراسم ایده مثلا شما گب میدانی ایسا کار نیک مبارک است و همی یک قصه از بند جمله صحبت های شما حضرت مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک قصه شما کنید که در مورد صدقه و زکات همون یک نفر کمک بشن گفت این ندارم این ندارم این ندارم. حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفت که امی دان خود داری خود دان تا میدونی بخشنده این خود کرم میدونی اگه چیز کرم نمیدونی. بله بله منظور ما دیگه یک نکته محبوب نکته خودی شکل کایی است. من از اون برنامه خدا بیامرز جلالی من او را شنیدم گرفته بودم گرچه من برنامه خوشین خود نگاه کنیم خواهم بازم روی شما و روی بیندگان مستار شما باید دو خورجین داشته باشین یکی برای این خورجین چند سال یک خورجین تان دو خورجین نشد رو باید چی میگم میگم گادر قمه میزنه مرق ریزی یکی ما دو نشد اما یکی دار همین انجینیر ها کنستن یک انجینیر مثلا پرشک هست یک انجینیر تعمیرات هست یک انجینیر برق هست بله در جمله از این انجینیر ها یک برادر ما انجینیر برق بوده خب جای او سایی که کار میکردن انجینیر برق میرسد جمعی جایی که کار میکردن با همکارا شد مثلا سیم برق رو میخواهیم که سیم علاج کنن بله میخواهیم سیم علاج کنن یا مثلا یک سیم هم میخواهیم هم را سیم دیگه او رو پایوان کنن با اونا خو نمی اونا خو میگن که او بچه سیم نیه خو سیم ما بیش قصه ما سر سیم هسته صدا میکنه که او بچه سیما را بیار یا نیکم او سیما بنچی سیما را بیار میگه او بچه همی سیما را بیار سیما را بیار که لچ کنیم اوه این نفر که در بین از اینا کار میکنه انجینیر این بدبخت دانه که نام خانم از این سیما است خب اوه سیما رو دارین لش کنیم این به خود میخوره که چطور دفت سیما رو دارین لش کنیم و همون منظورش سیم برق هست آه بله 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 سیما رو دارین مطلبی که باز بالاخره و انجینیر شد از این هر دفعه که میشنید که سیما رو دارین لش کنیم بازی تصمیم گرفت که همین نام خانم خود رو تبدیل کنن با یک مجلس گرفت با نام خانم خود تبدیل کرد تحقیل رو در سیما با یک چیزی دیگه آه گل جان نام شما ده آه سیما خامون سیما هستی مگر از ناز تو رو گل جان می خوشش نمی آمد که ولی اگه استیلا شده در افغانستان زیادتر بله خانم خدا قماندان میگن باش که قماندان خانه چی میگن قماندان خانه بله باز ما گفتم امید است که دیگه بیندگان شندگان ما بیای
من اگر من اگر مسئول بودم من یک طرف روان هستم به جایی شما ممکن بود من اگر درار دست شما اگر لینا ویلیبر بود بود من میگم قصید که هم به شما میگم فکایی باید می ایراد سر فکایی میگفت بیادر دمی روز اید بیادر کار نکو گمش کنی چه کار نه کار نمی کنم من دیدن خوشاشنی کلان ما فیران شریف جان به سلام کلان ما ما کلی اونجا پیش از اونا میریم جمع شدیم و سلام ما رو برسانین آخی آشنا خوبم در ایست خوار مهربان خدا داره در اونجا میرین نام خدا غیرت سب خوب نانم بخواه خود اگر اونجا جمع است اومد هم مزید یه بند بودم خب مطبع رو میارم من خلاص شدم برای من چندی زنگ اومد مثلا حاصله کنین و بیدر آخو احموزه که من خلاص شد باز بیشتر میارم خب مطبع بگه حالا امان خانه و یک بسلو چی میرین کارا خود یک تبدیل کنیم خواهم رسیم بخیر من درای انشاءالله بخیر آه 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 و بیادر می کاری عجلام خوب نیست بریم عجلام نیست آیتا ایسان میریم به همسه طرف روان هستیم که انتظار ما فرقی دارن به ما زنگای پیام دادن که کجا هستیم ما فرمین بخیر میریم پیشون افصله کنیم افصله کنیم درست است آه بله بله پنایتان بخیر شما رو به خداوان بسپارو با انشاءالله ما دلائی میبینیم اتان حتما در فیسبوک هم هستیم بله بله آه هستیم بله خواه خواه درسته بسرم این روز خوش براتون بیخواه سلام بیخواه. همچنان بله سلام علیکم علیکم السلام آقا فری صاحب سلام علیکم رحمت الله و برکاته علیکم السلام جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته صاحب جناب خطاب صاحب حلول عید سعید فطر را به شما خانواده محترم شما هموطنان عزیز ما در داخل و خارج افغانستان و کافه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم از خداوند منان استدعا می دارم که ایام خوش توهم با آرامی و سعادت نصیب همه ما و شما عنایت فرماید جناب خطاب صاحب جا دارد که شخص شما در خصوص پیشبرد برنامه وزین سخن اورجان تلویزیون جهانی پیام افغان که تا چند سال اخیر با انعکاس رویدادها و واقعیت‌های عینی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از افغانستان و جهان غرض ارائه معلومات و تنویر افکار هموطنان نقش مهم و به سزای ایفا نموده اید ابراز امتنان و قدردانی نمایم. تشکر علیکم. خرسندم که به عنوان یک عضو از خانواده تلویزیون پیام افغان به خصوص برنامه پرمحتوای سخن اوریان بوده و برایم زمینه فراهم شده تا بعض مطالب واقعی روز پیرامون رویدادها و حوادث کشورم افغانستان را آره از جهتگیری های سیاسی و با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی با هموطنانم شریک نمایم. بنان از خداوند لایزال به شما و سایر دستندرکاران مدباد که به خاطر رضای پروردگار بزرگ کارهای مؤثر و مفید را با قبول زحمات و از خودگذری انجام میدن اجر عظیم در دنیا و آخرت آرزو می نمایم. انشاءالله که ایش عمل نیک نزد الله متعال زایی نمی شود و من الله توفیق امین. بسیار زیاد تشکر شما را محلج میگذاریم. غفوری صاحب یکی از اندیوالای سنگر داغ مطبعاتی ما شما هم هستین، نوشته های بسیار آبدار و پرمعنای را شما ارائه می فرمایین. یکی از امو چی میگه ارزشای همین برنامه شما هم هستین، ما شما را هم خداوند عجب نصیب بداره. خود گفتار معلومات روشنگری یک هدیه است که شما به دیگه میرسانین. یک تنها اگر ما صحبت کنم بر مردم شاید خسته کنم گردد و تکرارم باشه، مگر وقتی همه جانبه می باشه و دوستای چون شما تلفن میزنه و در این برنامه داخل میشن و یعنی مصدر خدمت میگردد، اما تنوع برنامه را شما تامین میدارین. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. آرون جان سلام علیکم. بیربانی بکرید قاضی صاحب. تشکر و علیکم سلام. عیدتان مبارک. عید مبارک برای شما برای قاضی
شریف سال استم برگیره برای شما برای خانوادگان برای تمام دوستان شنوندگان و بینندگان تان تقدیم میکنم. خوشن مردم در دیده افغانستان خداوند الهی خوشی ها و خوبی ها رو نصیب همه افغان ها بگردان از سلاسل جهان برای مسلمان ها. و ما یک قصه این بیادر از ترکیه کرد ای کاش انشالله باز همون روز میرسه انشالله. ما امیدوار هستیم که ترکیه خانوز ما وقتی که امان الله خان قاضی امان الله خان میگه وقتی که بود خط ترن افتتاح میکرد در دارلمان میگه پادشاه ایران خواسته بود امیر رضا پدر رضا شاه بازو گفته بود در اونجا دعا کرده بود گفته بود که امان الله خان دعا کرد که یک روز ایران خط ترن پیدا کنم مثل شما رو مترقی و مدر ما شویم. اما ما در اون وقت خط ترن هم داشتیم وزارت دفاع ما توپ هم میزاخت تانک هم میزاخت هزار چیز سلاح بسیار مدرن میزاخت اما نماندن. خداوند باز روز شبیه را انشاءالله حال باز ما امید به خدا داریم نا امید نمیشیم. بیدر از ترکیه گفت ترکیه ما حکمت تحصیل کردیم در ترکیه راستی بسیار مملکت خوب و زیباست دیگه. ما وقتتان خوش میخوایم خداوند ختمای قرآن قبول کنه الهی سر مردم افغانستان رحم روشنی کنه اتحاد اتفاق بر مردم افغانستان خدا بده که ما بتانیم پالی حکومت امارت اسلامی الهی دیگه افغانستان را پس بازسازی کنیم و از جنگ و خونریزی و بدبختی های جهان خداوند ما را به زمان خدا میمونه نگاه کنه. من روی تا میگوزم چیزه اگر تفسیرام دیدی. بله 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 بسیار تشکر قاضی صاحب. مرا قاضی صاحب میگه من موسا هستم و خودت هارونم هست. یعنی ازی بیشتر نمیشه که یکقدر دوستی در میان باشه که مرا باعثی هارون خود بپذیره. واقعا اونا خود بزرگوار هستن. یه لطف مهربانی دوستا هستی بزرگوارا مرا یکی هارون میگه یکی بزرگوار میگه یکی میگه رویتا میبوسم یکی در آغوش میکشانم. همی خود محبوب القلوب شدن اگر ده نفر ما را دوست داشته باشه همون کفایت میکنه. ما هزار نفرم اگر باز چی بود همون قوت داره و ده نفرم دیگه که تا کدام حد محبوب القلوب هستیم او را میگذاریم به خداوند که خداوند قلوب مردم نه تنها برای ما برای یک دیگر باز بداره. این خط آهن و خط چطورکایی درد ما را دوا نمیکنه خو یک فاصله را کوتاه میسازه. باز از خط آهن فرض کنیم ترین مهم است که ترین هم داشته باشیم. فرض هواپیماهای خوب داشته باشیم. یعنی در یک کشور پیشرفت بیشتر خلاصه نمیشه به خط آهن. معمولا وقتی میشنویم از مردم امان الله خان که میگه خط آهن هم میآورد و سعی بازی تو میکد و تو میکد این چیزا بیان میشه. خط آهن چیزیست مگر خود تامین و تعمیر افکار انسان ها بسیار مهم است. در ترکیه بسیار مردم رسیده هستند. در خود اجتماع ترکیه اینقدر میگم از لحاظ صداقت و از لحاظ همکاری و اینا همی کسایی که رفتن یکی از او برادر بزرگ ما داستان کردن گفت برای ما بسیار جالب بود. میگه در یک محل رفتم و تلفون که از اینجا برده بودم و تلفن میگه بسیار قیمتی تلفن است. فرض کنین 1000-1200 دلار قیمت داره. اینجا خریده بودم او دمو جایی که با یک مغازه صحبت میکردم همونجا جا ماندم همونجا الا دادم. میگه کل معلومات ما دمو بود فلم و عکس و اینا. میگه میبینم که از اون دوکان یک نفر دیگه تو میدوه که سر میگه مرا پیدا کرد و گفت که تلفنی تا زیادت رفت. یا فرزند در یک محل وقتی می رفتم همی خود یک آدرس همی پرسیدم دو سه نفر میگه می آمد کمک چی این تو برو و تا یکش به امرای ما را می رفت. یا فرزند یک معلومات کار داشتین همی خود روی اجتماعی انسان ها تعمیر افکار مردم که به دین اسلام ملبس باشن برای ملک خود در خدمت قرار بگیرن و میتونه که خط آهن هم اعمار بداره و نمیدانم توپ و تفنگ هم بسازه و دیگه و دیگه. و مشکل ما همی است که اسب از پشت سر قیزه میکنیم و چوچو و بدوان و ایناست. یک ملکی که در اونجا مو خود ملاحظات باید در نظر گرفتن میشد و کار صورت نگرفت
خود هر اجتماع از خود ارزش‌های داره. اگه با او ارزش‌ها بازی‌ها صورت گرفت، همه چیزا به هم می‌زنه. قاضی امان الله خان یک شخصی که عنوانی از او قاضی است، گرچه شاه امان الله و دیگه و دیگه، اونا امیر عبدالرحمن خان، امیر شیرعلی خان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان بودن، عمرا بودن. شاه دیگه پسان نادرشاه و ظاهرشاه و اینا درست شد، امی فامیلای سراج هر کدامی از اونا امیر بودن. دیگه حالی یک نفر از ناز و از پیشن شاه امان الله و که دیگه و دیگه نادیده و ناشنیده و دور از معلومات یک چیز را بیان میداره. غازی امیر امان الله خان اسم مکمل اوناست. اونا خطره می آورد، مگر در اجتماع خانه زنبور غرض گرفت و خود از او را کبود ساخت و برآمد از افغانستان. باید به مون ظروف، به مون شرایط دیده، یک شخص با تدبیر بسیار کارهای را میتونه انجام بده که او را دیگران نمیدانه. نبض اجتماع را، دین اجتماع را باید احترام بگذاره. در داخل خود دینداری پیشرفت صورت گرفته میتونه. در ترکیه مردم بسیار دیندار هم هستن. امیال اردوغان شنیدیم از یکی از بزرگوارا میگه 65,000 نفر در یک مسجد که حالا اعمار شده تازه، اردوغان در او نمازگزار جام میگیره. این هم بزرگترین مسجد در اروپا و آسیا و امریکا شمرده میشه اردوغان. علاوه از او مسئله خط ریل هم است و پیشرفت هم است و تعالی هم است و یعنی افکار مردم هم یعنی تعمیر گردیده. دیگه بنان او طور یک چیز اگه باشه، ما در افغانستان همو از خود میدوزدیم، از خانه خود، از کاشانه خود، از یعنی همین 3.5 بیلیون دلار اگر به هر ملک دنیا ریختانده میشد، یعنی کل برابر اروپا اعمار در اونجا صورت میگیره. به هزارها خط ریلو که نمیدانم اواپای ما و دیگه و دیگه، در افغانستان در جنگ و در خونریزی و تخاصم صرف کردید. بسیاری هم و پولای و تا دسترخان و سفره مردم دوزدیدن بردن. امیال دیگه هم پیروی امو هست که الان قهرمان است، که الان بچه قهرمان است، چوچگک قهرمان است، که دیگه است. افکار ما تعمیر نشده. در اینجا در فیسبوک میبینم که کی باعث بدبختی های 280 سال در افغانستان کی گردیده. اشاره به پشتون است فکر میکنم. و آدم یه چیز سره می فکر نمی کنه که همینجا خب یک قوم بسیار بزرگ یا اقوام بزرگ پشتون موجود است، از او خود رهانیدن نمیتونه. در یک قلمرو هستیم، در یک بدن یعنی درخت بزرگ افغانستان، نمیتونیم که همه شاخهایش را قطع کنیم که با خود در یک شاخ نشسته باشی. یعنی خود اغماز و روشنگری و افکار سالم راحت اینا یک اجتماع رو به پیش میبره. اگر روزی بالای یک تاجک یک تحلوکه میایه یا هزاره دیگه دیگه، پشتون باید بشه تابه چون اولاد و برادر و خوار خود فکر کنه. و همه تو برعکس اگه بالای پشتون در اونجاست که یک نفر باز میزی با که خط آهن هم داشته باشه و هواپیما هم داشته باشه. به نظر من بیشتر همی تعمیر افکار انسان ها باید صورت بگیره، تبلیغ شود، در عمل نشان داده شود. اون امور ما بسیار ضرورت داریم. در طولی 40 سال اگر خط آهن می بودم، خط آهن هم می کندن و آهن و آهن چادرش می بردن در پاکستان می فروختن. یعنی تخاصم، بدبینی، نفرت ای دشمن هر تمدن و هر پیشرفت میتونه باشه. به اون لحاظ ما میگم که ایره بگذار مصطفی جان، put him on hold. دیگه به اون لحاظ ما بله، سلام علیکم. بله، از تورنتو میفرماین؟ بله بله، بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. آقای صالح سلام علیکم، خوب هستین؟ خیر و خیر. سلام به شما و جمله بیننده های خوب و مهربان شما در این شبکه وزین پیام جهانی افغان نگه تقدیم میدارم. در قدم اول و علیکم سلام و رحمت الله به شما و فامیل محترم شما و جمله کافه امت اسلام در سراسر جهان تبریک و تهنیت و مبارکباد میدارم. با شما مبارک هستم. تشکر و خطاس محترم از برنامه زیبای شما. الله متعال طاعات، عبادات، روزه و نماز، صدقات، زکات، خیرات
این جوان مردی که نمودن الله متعال قبول مقبول نگاهش واقع دیگر ما تامین یا رب العالمین امروز شما مهربانی میکنین دیگر روز عید است با ما دین که سر از این که بسا مردم ها سر از این که چرا به افغانستان سبی چیز است و افغانستان درست یه علما های ملای خوابرده نیستند یه ملای شکم پرست نیستند میره متوجه افغانه ما باشه متاسفانه که در تومت زدن و در تاپ زدن یکی استند دیگه فکر نمیکنن که این ملای مفتخور نیست ملای هستن که محقق هستن یا تحقیق میکنن واقعا با جهان نشان دادن که ما خود ما معطا و دیدیم باز از منتظر حتی عربستان هم نشدن باز اگر منتظر عربستان میشه یک سوای دیگه نیست مزدی عربستان مزدور پاکستان خواهد دیگه خود از یا مردم های مفتخور نیستن محقق هستن تحقیقل هستن مردم های مبالغ هستن مردم های شیخ الحدیث هستن مردم های حافظه قرآن هستن دیگه به این حساب خودشان پیدا کردن که امروز ماتا دیدن آن اید اعلان کردن و چهار کشور افریقای افریقای جنوبی هم کشور اسلامی همی روز اید اعلان کردن روزی که ما یک آقای سالی سه فراموش نکنین یک نفر در یک جای فضای آزاد در آسمان هم که تلفون خود گرفته بود ماتا و نشان میداد که اونا در عمل در یعنی گل صبح بود یا شام بود میگه مهتاب خونه میبینین یک روزه و یک ساعته میگه شده اینی میره میگه طالب دیده دیگه آلی طالب چطور کنه خب در دین اسلام همی هست که چند نفر شاید بیا که ما در آسمان دیدیم یعنی ما مینم همی علی میگه میبینم دیگه ای طالب باید اید اعلان نکنه با همی بزرگی همی مهتاب ای که در امریکا ندیده و در عربستان ندیده مسئولیت ما نیست در قلمرو ما دیدیم ما برای ما جالب بود اما در قمی تلفون های دستی بیشتر چیزها رو زود راپور میکنه صاحب و 27 نفر خطاس محترم تقریبا شاید 20 تنه بودن که مطابع دیدن آمده که دیگه قرآن از نمیشان شما ترجمه کرده تفسیر که خطاس محترم قرآن میگه عبیب الله متعال میگه رب المشارق و المغارب دیگه که روز هست یک جای شب هست یک جای این چیزها رو ما شما تفکر کنه تعقل کنه در قرآن از نمیشان و این مانا نیست که طالب این با چیز خود کرده با صلاحیت خود کرده نه با تحقیق خود بسیار در بین از جان ما بسیار بالا دارن داستان مدرم و اوار که اگه ما در 40-50-60 سال اگه در عمر خود اگه میره خمه آلمان رو میده باشه و هیچ کس در مقابلشان رو مناظره اون کده نمیتون ما در این استیستای میدونی میشان استیستای که میتر هستن با خدا قفامیده قدر عالم نقدر دارتوان الحمدلله یا دارن ولی بگذارن ملت افغانستان همین مردم هایی که مرض غرض دارن این خصوصا انتصدلای دیدین ما بگذارن همین عالم ها را باور برنامه داشته باش داست مدرم که اینی افغانستان اینی ها جور میکنن یک یا دلسوز و یک قدر یا پاک و یک قدر تو بسیار احساس به وطن دارن که جور شده اگر یک سال دو سال بگذارن اینی سال باور کنه که افغانستان مثل قطر و مثل امارات عربی جورش میکنن ولی این مرض غرض یا نمیذارن یعنی یا تنبل نیستن گفتن یا تنبل بسیار فعال هستن بسیار اکتیو هستن شو روز در گشت هستن شو روز در خوردن در فکرش نیستن در فکر جیب خود نیستن در فکر سرمایه گذاری خود نیستن در فکر بلدنگ خود این حکومت سابق که بود یعنی تو غرق شدن خداوند یا را غرق شدن که در ملیتای بایشان بود که در بلدنگ و در عیش و عشمت و این چیزهای دنیا غرق شدن که با خدا یک بلدنگ در پیش خانه خانه در کلوبش هست شب و روز خطاست در محترم میگه تیرین رقص و پایکوبی تا صبح از برای خدای چی برکت و خیر به خداوند بزرگ به تواسط تیرینی عالم های پاک بسیار یک قلیل مردم یک گروه کوچک مومن مسلمان چطور در 24 ساعت یعنی قدرت از پیشان گرفتی این قدرت الله متعالی چی یک را تفکر کنی فکر کنی برادران آزادی تعصب و آزادی جایی برای این که پشتون از تاجکتی سالت نگفته ما پشتون هستی و هم تاجکت هر گروه تنیا این نمال مومنیون اخواتم میگه و هم میگن که تقوی بالاترین چیز از دمیار در بین مسلمان هست برای یک چیز گفت آشتما این چیز هست که نمی زبان پرست های نمی خشک مجوسیت و آتش پرست هایی که به ایران هستن و چرا ایران چیز هم میگه امرو ایران در پنجشنبه یا چهارشنبه میگره چرا این چیز هم میگم دیافت در آن اسم آتر در پنجشنبه و چهارشنبه در یک کلام میگه چرا این دیگه عزیز فرز غرست یعنی اسلام دردکای زبان زمان پرست مجوسی و آتش پرست داره چرا اینه ایران چیز نمیدن غرض من سر سر امارات اسلامی افغانستان است امارات پیروز است پیروزی موفقیت هرچی بیشتر شد بازم از الله مطابق است و ما مسلمان ها مومن اگر هستیم
دعا میکنیم برای زیاد. اگر خدا نخواسته از افغانستان برامدگی باشیم، باز برای زیاد دعای پس میکنیم. اگر این دفعه طالب هم خدا نخواسته در افغانستان، خدا نخواسته اگر این اصلاح و این امارت زده شد، با خدا قدقی که اسلام هم دیگه در افغانستان یک قدر دشمن های سختی که خود افغان ها دارد، خود افغان ها هستند، از خودشان گمی طول 40-50 سال 5 میلیون خود افغان ها زنی کنه. تو چپیش بده، چرا تیش بده، باز هم آمدن تمام میکروبا و گندگی ها و تمام چیز پاک ساخت میگه تنظیم و گروه و گروه نباشه که قرآن عظیم شان و سنت محمد صلی الله علیه و سلم امر میکنه مطابق از امور افتار میکنه. باز هم پیروزی و موفقیت شما از الله متعال میخواهیم و شما هم شنام و خدا سه مطابق پیروزی و موفقیت شما میخواهیم. تشکر آقای صادقی. خیر ببینید. خاطر الله متعال شما را دوست دارم. ما هم همچنان. تشکر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات او. از دیگه چند نظام سیاسی در افغانستان رد و بدل گردید و ما دیدیم و لمس کردیم و تبصره کردیم و مصاحبات کردیم و دیگه خود دنیا شاید 100 سال بعد افغانستان به این نحو نباشه، یک چیز دیگه از درست شود، چندین پارچه شود یا بزرگ شود. دنیا در حال تغییر و تبدیل هست، اما تو که تراوشای فکری انسان ها روز یک اختراع را تکمیل می سازه، یک اختراع دیگه جای او را میگیره و بیشتر میشه و بهتر میشه. اما تو در جوامع بشری هم تغییرات رونما میگرده، دیگه بعضی ها برای فرحت خود کار میکنه و دیگر ها، بعضی ها برای تخریب. خداوند اونا را درست کرده اما افکار اونا همه تو راست. کورکورانه یکی را بد میبینه، کورکورانه یکی را دوست میداشته باشه. اگر ما تعقل کنیم و تعقل ما باعث ازی شوه که ما بله. سلام علیکم. بله. الو. وعلیکم سلام. السلام علیکم. وعلیکم سلام. از کجا می فرمایید؟ الو. از کجا می ول کوم جی غگیگی؟ لیرانه غگیگی او غ خیر جوړ په خیر. اوره. واورم. و تا ته دې مبارکي دي. او لیران دی ویل ډیره مننه، ډیره مننه. و تلویزیون چې مزار نه مې چمتال دی ولسوالۍ چمتال ښه هغه یو جای په نامو د بوینقرې ورته ویلی. بوینقره تا ته څومره نږدې ده؟ زمغه بوینه قریت 15 سال وک کاله مخک تلله مې واري پوس وی جی صاحب سید محمد خان بسکش سی و هغه دیما دی پلار دوست پوس وی ا تلویزیون غلای ک تلویزیون نغلای ک وی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب سر مجاهدین سمد. او یا خیلی سه محترم از آلمان. بله سلام علیکم، ایدتان مبارک. ایده برتان تبریکی میتم، شما افتخار ما افغان ها هستن واقعا. بان شما در روز اید ما را اید میسازن با آمدن تان در تلویزیون که میبینیم دوستا با هم یک جای میشن. بله مبارکی میکنن. خداوند عزش برتان بتا واقعا خطاب سر شما خدمت بزرگ به جامعه افغانی میکنن. قدر شما را باید بدانیم. قربان شما. یک تیراله هستن که قدر یک کسی که برشان خدمت میکنه نمیدانن، کسی که دشمنشان است با او احترام میکنن. متاسفانه همی چیز در بین ما آن رایت شده. آن طالب بیچاره که آمده و به اشکم گرسنه میخواه که افغانستان یک چیز بسازه از این دل و جان، او رو میگن که نه خوب نیست. و نظام سابقه که به تمام افغانستان رو چور کردن و هنوز زمان من که به نام مقاومت و دیگه و مقابل می جنگن باز از وا دفاع میکنند. متاسفانه این
یک لطمه ایست که من ایره میبینم که اگر خدا نخواسته طالب از بین بره کی افغانستان را خب پارچه پارچه افغانستان هر کدامشان از مخواد استفاده میکنن و چور میکنن و میبرن. خب خداوند یک سل دائمی را در افغانستان ریکار بره و واقعا ملت ما بازدی قدر زجرا و دپایی قسم مشکلاتی که دید در 40 سال خداوند نجرش میته برای چیز و انشالله و تعالی یک نظام که واقعا افغان باشن واقعا مسلمان باشن در افغانستان ریکار می آین. و من یک شعری بسیار کوتاهی که برای چی بوده که میگم اگر طالب نمی آمد هم سخت بود، ملت در زیر اشغال بدبخت بود، تا کی باید آن زورگویان سیم و زر کردن ملت بیچاره را در بدر، به نفع امریکا و غیر وطن را فروختند، نام اسلام و به نام پلید خود دوختند، نه کار بود و نه بار و نه نظام و نه قانون، ملت بیچاره دائم در فقر و جگرخون، فقط در کنار در فقط در گفتار حق زن تأمین بود، فقط در گفتار حق زن تأمین بود، قتل فرخنده را ببین همین حق همین بود، حیف آن که نام خود را ما مرد گفتیم، فحشا و بد اخلاقی را دست آورد گفتیم، شکم گرسنه و بی‌حیایی به اوجش، تلویزیون های گمراه دائم به موجش، فریب و ظلم و دسیسه بود در هر کار، کردیم در تحت یو استعمار افتخار، الهی خدایا کاری کن که ملت آزاد باشد، درخت بی حاصل اشغال بی بنیاد باشد، اختیار این ملک واپس به دست ما باشد، ناتو و دستیارانش در شکست ما باشد، شود ملت افغان باری دیگر در اوج افتخار، قصه برباری روسا و انگلیس تکرار. سازه تشکر آقای گوریا خیلی سب تشکر باز از لطفتان قربان شد. ملت بیچاره ما اگر آسیم شبه که پس به یک افتخار برسه و یک دولت داشته باشن که دولت نوکر نباشن. بله بسیار زیاد تشکر یا خیلی صاحب دیروز یک دیم فیسبوک بسیار چیزای خوب هم میان آدم میاموزه، یک داستانی بسیار مختصری از کریم بود یا عبدالکریم که او مبارز بود و واقعا در بسیار جبهات ضد اشغال فرانسه در مصر جنگیده بود، فکر میکنم در مو انگام در قدیم ها در تاریخ و سر زبان ها بود و فرانسه بسیار از او حراس داشت که امی آدم اگر زنده و مردی از ای به دست از اینا بیفته، که بسیار اونا را وارخطا ساخته بود و دست پاچه بودن که براین از مصر و بالاخره امی عبدالکریم به دست قوای فرانسوی میگه دستگیر میشه، ایر زنجیر و زولانه میاره پیش امو پادشاه وقت فرانسه، باز پادشاه فرانسه بر از او میگه که تو را ما به دار میزنیم چون با ما بسیار جنگیدی، مگر چون خودت بسیار مبارز بودی ما مبارزین دوست دارم، اگر برای ما نمیدانم 1000 سکه طلا بیاری دیگه خودت ما رها میکنیم. میگه عبدالکریم گفت که ایره خود 100 دفعه ما قدر مبارزه کردیم، مرا خیب ببرین ما از امی تاجرها و پولدارای فرانسه چی میارم، امی مصر ای پول جمع میکنم میارم. بازور گفته بود که مرا کی به گیر داد، امی محل اقامت مرا کی برای شما راپور کرد که مرا گرفتین و شب در میانه شب آمدین و هیچ کس نمیدانست. باز اونا گفته بود که فلانی چوپان نمو رمچران میگه برای ما راپور کرد که اینیم عبدالکریم در فلانه جای خواب هست و آمدیم خودت گرفتیم. بازو بالاخره رفته بودن و بازمو چوپان آورده بود که تو چرا تو یک شخص مبارز در خاکتان در قلم رویتان وطنتان استقلالتان رو میخواست حاصل کنه در برابر اوزنا بجنگه، خودت چرا راپور کدی امیره، چرا همین جاسوسی کدی برای اشغالگرها دشمن وطنتان؟ گفت ولی تو بود که امو فایر که میکد و صدای تفنگ از این برای گوسپندای ما بسیار مضر بود و یک دفعه تور میخورد و میدوید و میدوید بازوار ما جمع میکد و پس میاردم.
دیگه بالاخره به این فکر رسیدم که امیر زنده بگیره که می فایر تفنگ از یه آدم گوسپندای مرا تور نتا بگی صاحب مرا کار مرا دشوار ساخته بود. باز میگه ای را آوردن چی میگه زنجیر و زولانه داره می خیابانهای مصر میگه میگشت به همی هر دوکان میگفت که برای من یک سکه طلا اگه بیتی که من 1000 دانه سکه طلا کار دارم که به مصر ببرم که مرا رها امین در فرانسه ببرم که مرا رها کنه آزاد بسازه. یه دیگه بیشتر به همی فکر اطمینان رفته بود که انشالله این پولا رو میاره و به جلوی هر دوکان که استاده بود جایی که اونا سکه های طلا رو برای از این بته که آدم سرش در امان باشه میگه برای از این فحش هم میدادن که خدا تو رو میاله گم کنه به دار بزنه که خودت برای می کار و بار و مشغله و زندگی ما بسیار تجارت ما بسیار بد بودی چون جنگ بود و آشوب بود برای کار و زندگی ما بسیار بد بود برای مشغله ما برای تجارت ما برای بزنس ما میگه خدا کنه تو رو همیاله بکشه یک کرانم برات نمیدی. بازی بسیار مایوس شد میگه آمد نزد امو پادشاه وقت فرانسه بازور گفت که مرا خود کسی هیچ پول نداد. باز پادشاه فرانسه بسیار میگه یک شخص متبهر و رمز شناس بود باز برای ازو گفت که ما خودت بدار میزنیم گفت مرا خود هیچ کس پول نداد و من رفتم زحمتم کشیدم گفت گفت ما به خاطر این خودت بدار نمیزنم ما مبارزین بسیار دوست دارم به این لحاظ خودت بدار میزنم که خودت یعنی با جانبداری یک کشور یک قلمرو خودت میامدی ضد ما مبارزه میکردی که یکی اونا ارزش یا قدر خودت نمیدانست و ارزش همین مبارزه را مبارزه خودت نداشتن اونا میخواستن که مزدوری باشن و خودت میخواستی استقلال به دست بیاوری و در برابر ما میجنگیدی هم امو چوپانی رمچران و هم امو پولدارا مردم های بسیار خائن و وطن فروش هستن و خودت مبارزیت برای همی وطن فروش ها و دیگه بود که اینا از قید ما آزاد شون. این داستان بسیار جالب بود. امروز هم همی مبارزی که هر کس میکنه به خاطر یک چند تا وطن فروشی که امروز واقعا در غم خود هستن که او پولای را که اینا هم باشته بودن و دزدیده بودن و دیگه او از دستشان رفته. کاش اینا دوباره برگردن این جوا چالان شوه رقص و قرص تجار پر کنه دیگه همون خرک و همون درک باشه هر کس چور میکنه هر کس میبره هر کس رشوت میگیره هر کس بی قانونی میکنه قاضی خائن پارلمان خائن و حکومت خائن وطن فروش امور بسیار خواب میبینن و آرزو دارن که برگرده. وقتی در یک کشور شما خائنین زیاد داشته باشین به اول حاضر من میگم که جایی که خط ریل اول آغاز شوه و صاحب که از هرات تا کابل ما به ظرف نمیدانم 2 ساعت برسیم افکار ما چی شوه. یک داستان شنیده بودم بسیار جالب بود میگه یک پدر میگه وقتی پسر از او به سن بلاغت رسید میخواست خدافیزی کنه و بره پشت کار و زندگی خود ازدواج کرده بود. باز اون پدرش بسیار آدم دانشمند بود باز پسر خودشاند گفت بچه هر کاری که میکنی هر مشغلی که میکنی خوشا مگر یک چیز برات بگویم که از فاصله طرف قلب خود دست خدا کرد که از قلب تا دماغ فاصله بسیار مختصر است یعنی یک فیت هم نیست. بچه امیتیاد کو که قلبت با مغزت عیار باشه تو نباشه که قلبت چیزی بگوی و زبان و مغزت یک چیز دیگه بگوی. The shortest journey you can make from your heart to your mind یعنی ایرا اگر درست تایی کرده تا نیستی در زندگیت بسیار موفق می باشی مگر اگر دو دله بودی و مغزت یک چیز بگوی و دروغ بگوی و خیانت کنی و رزالت کنی و حرام کمایی کنی باز امید سفر حیات تیچ دو تو اهمیت نداره. حالا ما باید کوشش کنیم که از قلب تا دماغ ما عیار باشیم به زبان چیزی بگویم و به قلب یک چیز دیگه و صاحب از رقمه باشیم بازو هیچ به درد نمیخوره. دیگه بنان همه طور از ما ببینم که کی از ایران یکی تلفن زده. بله از ایران میفرماین.
بله. بله پس کار. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سید. آه میخوان سنگه ورور ساتی خدا خیر. ما از منزل پرویده کابل ستول افغانان تا در اختر مبارکیه خطاب سید. تا تم دیم اختر مبارکی روزا و منزل اختر. خطاب سید در اختر خبر مگر داد مگر خالق داد برای جنگ کلیپون ما که دوا دوا خود تو خانه کمی ورتال جای دغه په خلکو کې د درېش د مضبوطي تپسیری د دروازې یي بدنيتې د شیطانان دی دا درېش او په د مضبوطه وبسې لکه د خدای په یو شیخ شي که خدای د ملک جنگ وشکاو او په د خلکو باندې خوشحالي راغله خدای شهید زما خدای مخکې تاسو ذکر وکړ ترکیه په اړه چې نو خو 15000 کال تاریخ لري د ترکیه خلکو ما په ترکیه کې وخت تر کړی د ترکیه خلک د پنجاب خلک د پاکستان خلک د من نه وی فیصد پاکستانیان غله او دروازبن دی د ترکیان دی غو نفس داسې وویل کېږي که چېرې چې موږ وایو چې یو ټیم ټیبل ولرو د انسانیت په لار ولاړ شو که به نو موږ هم انسانان یو داسې زه موږ ګرځېدلی یم څهویشت ممکنه به کتلی دي موږ په ملک خدای شاید خطاب صاحب ډېر درواغ او دوکه عرب خواري ډېره هغه ده دا لمونځ او داس ځینې چې کوي دا یو عادت کوي بیا چې په سرویک دي سار کېږدي بښنه غواړم ډېر شریف خلک هم لري په سرویک دي سار کېږدي د شیطانۍ د منافقت پلانونه جوړوي نو دې په کې که موږ فکر وکړو کام هم ورک شو ایران ورکه شوه مسجد هم ورک شو خو پردو یې مرکو کې به ډېریخ هغه قبرونه مې هلته پسې هغه سو خاک شو د خدای په لیار دغه خلکو ته یې موږ دغه هغه ده چې په سیخ هم یار ښه صداقت بیا خپل سره ولري د خپل همسایه سره د دور سره دروغ دوکه د پدې باره کې په دې باره کې موږ لږ خطاب صاحب په غږېږی بیا شای او ډیره مننه داسې یو لوی مشکل د افغانستان دا ده چې هر یو نصیحت کوي عامل خلک ډیر کم دي او زه نصیحت کومه چې خلک ښه شي دا نه وایم چې زه خپله هم ښه شمه بله از ایران میفرمایین وعلیکم السلام بفرمایین بله بفرمایید بفرمایید سه خوبی برادر شکر شما بفرمایید قربان شما عید شریف مبارک برادر عید شما مبارک روزه و نمازتان قبول خداوند حفظتان کنه شما هم چنان برادر شما خوبی امی چارجه را داری مصطفی جان انشاءالله که چارجر یک روز بشه سن نماز 43 سال گذشت برادر یک افغانستان و ما که دیگه برای 43 سال چارجر کردم چی چی شد نفهمیدم سه میگم 43 سال ما که ایران بودیم آمدیم بزرگ شدیم دوبارجی بودیم برادر پدر ما شهید شد برا به افغانستان اون وقت جهاد بود اپهد بود ناحق بود بعد میگم تو ایران ما 43 سال سن ما گذشت بعد 43 سال میگم نمیدونم این جهاد در آب بود نه بود بعد 43 سال تو تنوز به تکلیف کشور ما خواهد بود نفهمیدم شب که 43 سال چی گپ شد سر ما چه خوب میشه چه خوب میشه که ما از این بدبختی نداده یاد این بدبختی بود در بده یاد ماجرت و دیگه نجات ما چه پیدا خواهد کرده عمر ما تموم شد برادر مگر از انسان چند وقت چند سال عمر من ولا گفتم بیاد علی آینده رو من نمیفهم که در آینده چی گپ میشه خود آره فعلا نمیتونه یک چیز هست او رو دیگه ببینیم که خداوند چی میکنه ما با مقدرات بسیار عقیده من داشتم که خداوند چیزی که در تقدیر نوشته شده بسیاری مسائل با تدبیر انسان برابر نمیه وقتی به تدبیر انسان برابر نیامد با عقل انسان برابر نشد او به کفر میگیره بسیاری ها رو میبینم با تکنولوژی و که چیزی که امو تکنولوژی و اکتشافات و انکشافات بشری و دیگه و دیگه میگه او مهم است اینجا خدای شکی کشیده یکی از خداوند منکر میشه میره پس کار خود می خود تکنولوژی بسیار مردم منکر خدا ساخته
مگر یک چیز برتان بگویم که عقل بشر تا او حد میرسه که تا حال اکتشافات کرده. یعنی چیزهای بسیار مجهول در این دنیا موجود است که هزار سال بعد هم از زیر خاک ما بیرون شویم بازم ببینیم که انسان ها اکتشاف میکنه. تا قاف قیامت شاید 10% عقل بشر به کار نیفتاده و استفاده صورت نگرفته. اما آماری که آمده میگه اگه انسانی که تولد میشه تا که میمیره زیر خاک دوباره پس رو مندازن 10% استعداد از او استعمال میشه، 90% از او در گور بمرش میره. دیگه بنان انسان هم خود لایف سپن میگیشه، موید حیاتی از او و هم عقل از او، دانش از او کفایت نمیکنه با همه مجهولات. مگر یک خداوند که با حکمت است، حکمت خداوند باز هیچ کس نمیدانه. بله سلام علیکم. بله بله بفرمایید. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. آفرین عید سعید فطر برای شما و تمام هموطنان ما تبریک میگم. برای شما مبارک باشد. روزه و نمازتان خداوند قبول کنه. قربان باشین با شما و تمام هموطنان. قربان شما. عید خودت مبارک. روزه و نمازت قبول. بسیار خوش هستم. بفرمایید چی گپ؟ گپ نداره، فقط اومدم ایده برای شما و هموطنان تبریک بگم. تشکر از شما. بله از افغانستان میفرمایید. بفرمایید. تشکر. بله سلام علیکم. بله سلام قدرمان صاحب، قدرمان خطاب صاحب سلام. و علیکم سلام. څنګه خی صحت خدا خیر و خیریت؟ خدای قبول و منظور و گرزهی دیر منانا بکتی هم تاسو تا هم تبریک وایو. منانا خوشحال و سیگه خطاب سی محترم زوغو تر دیر انتظار هم دی تاسی پروگرام تا بیانو نور چینلونو که مصروب است ولم ماویل سی خطاب سی بسنگران آگای دا دی اختر و آقا دست تو که از جماعت دلتا ایمونگ اول ورز دی اختر و از مسئول آمد یا مقی جماعت بیا آقا لار اما 2 ساعت لار ده یوا خواه بیا آلتا لار رو بیرو بارو بیا دیگه راپورم پا در تلویزیون که انشال آت شو آلتا یو فلم بردار رازی ارکال بیا آقا بام آقا کو آقا من وکر یو اجتماعی خدمت در دیر افغانان را طول سوی یو نیم زر کز و نر را غلیو التا اختر مبارکی وکړه. بیا لږی راغلم دلته وروره دایما غونډه ورځ په همدغه چوپړ کې تېره سوه. دا اوسې تاسو په خدمت کې یم. ماشاءالله ډېره مننه خطاب صاحب، خدای من الله پاک دې د اخلاص درته قبول کړي، خوشاله اوسېږي. قربان دې سم. دا نیم ساعت کېږي پروګرام دې تعقیبوم خطاب صاحب، داسې موږ او تاسو ټولو ته وسترار څه ډېر ګران وطن ده، ځکه د ډېرو ظلمیو او د ډېرو سختو کړاوونو قربانیو په نتیجه کې ازاد سوی ده. اوسې د آبادۍ دپاره مشترکن دغه هیله او ارمان لرو. نو شعر پسې ګرځېدلم، ما ویلې اختر هم ده خطاب صاحب چېرې اجازه راکړي یو دانه شعر ده، زه به یې ترنم کې ووایم. وی 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 شعر وی. ډېره مننه خطاب. خدای دې همیش لره سر وړی پر جهان وطنا، آمین. زما زړ گیا زما روحا زما جان وطنا، رقی بستر گی در پسی دی چی نظر دی نکلی، پا هم دی وجا سولو گئی در تزوانان وطنا، دی ازادی بیرغ دی ټیټ مسلا دنګ یې غواړو، ورځنی سوځي لر او بر کې رقیبان وطنا، تا مسلمه امت ته ښکته کړي د کوپر سترګې، ته مجاهد یې ته غازی یې قهرمان وطنا، ستا هر دښتا هر یو غر پر کلمه مین دی،
بچی دی زان قربان وی ترس بین قرآن وطن زاروی خو غلامی تا غاڑ کلا اکتی نڑی دن کوی پتی اڑتا وان وطن تاپ سمسور ساتی ہمیش دخپل زڑکی پوینا پٹول منا سمشود لتا قربان وطن پٹول منا سش مشود لتا قربان وطن ډیره مننه او ډیر ښه دې وویلې آفرین والا داسې ښکلی غږ لرې ماشاءالله دومره ښه دې وویلې ډیر لطف دې وکړ اوتا دې مم دا چې او خدای دې ژوندی لره هغه د اشعار کله کله دومره عمیقه معنا لري سړی رښتیا رابیدار کړي یا فضلا ځینې نثرونه دي ځینې خبرې دي خود حلاوت کلام تاثیر کلام معاصر واقع میشه بعضی کرکترها یعنی یک اجتماع را رهنمایی میداره یا برای درست یا برای بد میبره یعنی داستان گاندی را یعنی فیلم اگه شما دیده باشین یک نفر با یک سر یک آدم لاغر که نمیدانم چند پاوند وزن داشتی یک قاره را آزاد می سازه از یک اشغال چند صد ساله مفید واقع می شه یک نفری به نام هتلر بازو می آید اما یک اجتماع را به جنگ می کشانه و سه برباد می سازه می خود آلمان تکه تکه کرده و آدم مگر از لحاظ خود تأثیر گذاری بعض انسان ها بسیار مؤثر هستند در تاریخ اجتماعات به یک طرف می کشانند یک نفر بالای مغز یا افکار هزارها انسان صدها هزار آدم موثریت میتونه داشته باشه که باز بسیار مفید هست مردم عقیبی از رو نیستن در افغانستان هم همونطور بوده یعنی یک نفر بسیار موثر بوده یا یک نفر یک هزار نفر رهنمایی میداشتنی بزرگای قوم و ملک ها و دیگه دیگه ما باید دارم اون روز برای ما یک کسی گفت که در سرخاب لوگر یک چند نفر بالای تقسیم آب کشته شده و یک چند نفری از اون نمیدانم از بیرون از کشور هم آمده بودن تازه به افغانستان مگر در همین تو مواقع همین ملک صاحبای یک منطقه بسیار محصر می بودن در همین تو حالات عاجل که یک منازعه می بود با زود اونا می آمدن و یک روغ می کدن اونا را آشتی می ساختن و جدا میکردن از یک منازعه از جنگ از کشتار اینا جلوگیری صورت میگرفت همه تو باز به سویه یک شهر یک قریه همه تو بالا رفته میرفت تا که به یک زعامت میرسید در افغانستان متاسفانه اونمو قوت زعامت بسیار کم بوده در افغانستان که مردم عقب همه تو یک شخصی که تو ده ها را عقب خود بکشانه یا نوکر یک ملک دیگه بوده یا آمده دین یک اجتماع را غرض گرفته یا فرض کنیم سنت دائمی یک ملک میخواسته یک چیز دیگری از او بسازه با امو فکر بسیار یعنی کوچک خود یا امو افکار بسیار فرتوت خود که هیچ امون رمزه هیچ اونا ندانسته مطالعه نکرده دیگر بنان ایرا تاریخ ثابت ساخته شما برین به می تاریخ 40 سال اخیر اگر یک چپی بود یک دهری بود آمد دین غرض گرفت حتی مساجد سرخ رنگ کردن بیرق تغییر داد با خدا هم دشنام میداد اما خود فرمولای اجتماعی افغانستانش ریشه میخواستن به هم بزنن دیدن که بلای جان خودشان شد 2 میلیون انسان جان دادن در برابر امی ارزش ها و بالاخره نوبت امو مجاهدین هایی که یا مجاهدینی که در دوران جهاد شهره بودن و مردم اونا را دوست داشتن بالاخره آمدن بالای قدرت و اینا جنگیدن اونا هم ندانستن امی رمز درک کردن نتانستن
در طول تاریخ همین خود خواسته های بشر بسیار مشکلات بار آورده. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. می خود ترک آرزو کردن برای خود خواستن برای نفس خود و مشکلات بسیار بار میار و بیشتر بالای دنیا بودن، دارایی دنیوی و اقتدار، این دو عامل باعث مرگ بسیاری ها شده. هم امروز شما ببینید جنگ پوتین و اوکراین قدر مشکل برای اوکراین بار آورده که همه تو مسئله پول در افغانستان یا ذخایر طبیعی امریکا را از این بخش جهان به اون طرف میکشانه، یا فرزن خود اقتدار جهانی را اگر شما مطالعه کنین عمیق کما که داخل شوین به متن توطئه ها و دسایس بین المللی با شما میدانین که چقدر چی بوده. یعنی بله سلام علیکم. بله بله، یعنی ظلم. و علیکم سلام. الو خبری او که ورو؟ ولا شکر خبری او که ورو را مخ کدیم تلفون نکول خبری او که لالا جانا لیران غگی آتو ایتا دولت چپاسو چرت وی ایتا دولت آ تلویزیون غلای که دغه دولت دغه دولت دغه تلویزیون دغه تلویزیون غلا دغه افغانستان دولت چپاسو دغه ډیر خسو چپاسو بده باندې ما سره دا یو په ایران کې کار کوم کیا ها خاط چی ویل ایران و نکاح خو په زوره نه کیږي، هغه حرام ده، ډېر بد کار یې کړی. تلویزیون نه غلی کوې که نه، یو رقام لیونی لیونی غږېږي که نه، تلویزیون دې غلی که سړی یې که نه، چې دلته دې آواز راشي که نه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم ختام. آه پاچا صاحب گله سلام علیکم، اختر دی مبارک سه، منز روز. و علیکم و سلام، تاسو دی مبارک شه ختام صاحب او تاسو جناب طول و معزیز و لیدون کو او ریدون کو او دی پیام افغان دی ملی تلویزیون طول و همکارانو تا دی محبت ندک سلامون رسوم او طول تا دی کشنی اختر مبارکیویم او الله تعالی دی طول عبادتون و تاتون قبول کی او خدای پاک دې دا اختر رشته حقیقي اختر د ټول افغانستان د ولس د ټولو مسلمانانو مخصوصا افغانانو او د نړیوالو دپاره د صلح اختر کړي الهي امین، او د دې خوشحالۍ د ورځې او د دې غټې تحفې چې خدای تعالی د روژې په مقابل کې مسلمانانو ته ورکړې ده، خدای دې د دې په برکت په موږ ټول انسانیت رحم وکړي او مخصوصا د افغانستان بیچاره ولس چې درې څلوېښت کاله په اور کې وسو او د کمونستانو د کودتا نه چې اور یې بل کړی و تر اوسه پورې چې دا خارجي د د منځه لاړ او نوکر حکومت چپه شو او افغانستان کې د خدای نور صلح راولي او خدای دې ارامي راولي او خدای دې موږ ټول د بدبختۍ نه خلاص کړي. فقط غوښتل مې چې تاسو جناب تاسو محترم فامیل او ټول لیدونکو او ریدونکو د افغانستان هغه خلک چې دا غوري هغه ته د کوشنی اختر مبارکي ویمه او نورم په خدای سپارمه خوشاله او په خیر اختر ټول. ډیره مننه پاچا صاحب، تاسو د زحمتونو نه ډیره مننه کوم، عمر دې ډیر شه په خورا درنښت. ډیره مننه پاچا صاحب، تا خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېږي، ښه غږېږي، همدغه طرز دې گفتار دې دغه تحلیل دې دا ځینې شیان انسانان لري
چې هغه په پیسو په دې نه حسابېږي. ګرده خپله اوسری علم یې هغه دانشي تجربې ډېرې لویې خبرې دي. سړی وایي چې ولا روپۍ نه لرم چې روپۍ نه لري خو دانش لري، پوهه لري، تجربه لري، هغه ولې سپموي؟ وا وای جانه خبرې وکړه، تلویزیون مه اوره، خبرې وکړه، نور ما مه ځوروه، نور مې مه ځوروه، زر زر راته وغږېږه لالا، که نه بیا دلته زه نور تلویزیون غلی که هغه پسې مه ګرځه. ماتې نهکښهغه د ګل کړی دی نه ده، دروغ دي ویلې هلته اوري، هغه زه اورم دا اوس غوږ مې واورېد، ته هلته تلویزیون هم اورې، دلته ما سره هم غږېږې، جنجال دی جوړ کړی، بیا در باندې په قار کېږم چې بیا به زه خپله خفه یم چې ولې په تا په قار شو. و صحیح شو، هغه تلویزیون پسې مه ګرځه، د باندې لاړ شه، خبرې وکړه. بلې اوس د غږ صحیح شو، خبرې وکړه، نور پسې مه ګرځه چې چی چی سو شو. اختر په باره کښې غږېږه، هغه اوږده داستانونه پرېږده، و ده نو همدغه اوس راغلي دي، هغه وګورو چې دوی څه شي کوي، که دوی ښه ښه کارونه وکړي دوامداره، خدای به ورسره کومک وکړي. یو شی درته ووایم، هر حکومت، هر انسان که په چپه روان وي، هغه بهترین ناظر چې ده هغه خدای ده، د خدای له سترګو هېڅوک هېڅشي نه سي پټېدی، عین د زړه له نیته دې پوهېږي چې ته څشي غواړې، هغه انسان به وغولوي، مګر خدای څوک نه سي غولولی. د هغه لپاره ده د خدای مقدراتو ته زه ډېر عقیده لرم. د ډاکټر نجیب باندې خو شکر مه باسه، هغه اشغال راوستی و، هغه د خلکو مزدور و، کرزی هم مزدور و، راغلی و تا وطن یې خرڅ کړی و، هغه وطن فروش و، دا دواړه درې واړه له شاه شجاع نیولې تر اوسه پورې دغه مزدوران و. نور خلک نشي ویلی، دا ورور دی وایي، دا له دغه ورځې چې زه دغه رادیو مطبوعات تاسو ته وایم، دا د ما مشخصه ده، زه پرنسیپونه لرم، څه چې خدای په قرآن و په حدیث کې ویلي دي هغه تعقیب، هغه باندې هېڅ شکر مه باسه، په یو بد شي چې چا شکر ونه ویستي ښه ده چې نه ده. او هلته یو هغه و سید محمد خان، هغه و هغه بزکش و بزکشي اسونه یې درلوده، سید محمد خان نومېده، هغه یو ببره سپینه ږیره یې و، هغه ډېر قدیمي سړی و، هغه ته به نه یادېږي، ته به سن به دې وړکی یا څنګه، موږ هم ولا وروره نه ډېر زاړه یو نه ډېر ځوان، مګر په همدغه ځواني کې حاجي صاحب سید محمد خان. زه نو وروره په مخه دې ښه. بلې، سلام علیکم.
آقای خطاب، عرض سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم. و علیکم سلام هاشم جان، عیدت مبارک. روز عید شما مبارک. عید همه دوستای قربانیایی که در اثر عملات انفجارا در افغانستان از بین رفتن، به اونا خداوند اونا را ببخشه و به فامیلایشان صبر جمیل میخواهیم. آمین آمین. و آقای خطاب، اینجا خوب بسیار چون پیام پروگرام ایدی است دیگه، بحثای سیاسی جای فکر کنم داره، هرچی که گریز کنیم از بحث سیاسی گریز نمیشه. برای قربانی ها دعا کردیم، همی خودش به طرف سیاست رفت. آقای خطاب، یک زمان دوره نظام قبلی شما مخفف داعش حروفش هم میگفتیم که دولت عراق و شام و اینا اونا بودن و این داعش در افغانستان نیست، این خود ساخته و خود پرداخته خود اونمو دولت‌های قبلی غنی و کرزه دوره 20 ساله بود. حالا در این زمان داعش خودش پیدا شده یا داعش هم محصول همین سیستم است؟ این چطور نظر شما؟ همون نظر است که یا زاده همین سیستم است یا واقعا داعش از اونجا آمده. این دیگه همین مورد دیگه سلامتی به شما میخوایم خداوند ببخشه. این همین یک کمک تشریف. ما متخصص نه داعش هستم و نه دیگه، مگر یک چیز برات بگویم. اول شما برین به همین ریشه یابی کنین که همین داعش از کجا به وجود آمده. داعش از جبر زمان، از جبر امریکا که در روز عید یک سنی مذهب به دار میزنه که او بسیار در عراق نفوذ داشت به نام صدام حسین. در دوران صدام حسین عراق بسیار آباد بود. شما از خط ریل پیشتر گفته شد و دیگه شد و دیگه دیگه، ترکیه عراق هم از ترکیه کم نبود، از تبابت گرفته تا پیشرفت ها، غنای تاریخی دیگه دیگه دیگه. یک بار مطالعه کنین. یک دفعه امریکا مست شد رفت سر و آدم تشویق کرد که برو در کویت، و آدم هم دیوانه ندانستم چیزها رو، با مو اسب یاقی خود سوار بود عمله کرد و با زمور بهانه گرفتن شیطنت جهانی او را از بین بردن. این رژیم چینجینگ میگه. در اونجا بود که باز یک سنی شیعه مذهب به اساس دسائس بین المللی به اقتدار آورد. در عراق همین موازنه شیعه و سنی و رهبریت سنی و هم کسایی که جانبدار صدام حسین بودن او را به کلی تعجیز کردن و خانه به خانه رفتن و کشتن و بردن و زندانی کردن و به دار زدن. حتی خود رهبریتی از اونا رو وقتی اگه باید داشته باشین صدام رو به دار می زدن. اونجا یک چند نفر شیعه را آورده بود که را به دار بزنین. اونجا چیغ می زد صلوات بر محمد، به آل محمد. امو چی را ریسپان امونا در گردن در گلوی از اون انداخت. شما ببینین از لحاظ ریشه های جنگ انداختن و شیطنت جهانی که شیعه و سنی با هم بیفت. بلا سر عظمی فعل و انفعالات داعش بعد از مرگ صدام به وجود آمده. دولت داعش یعنی دال و الف و عین و شین، دولت اسلامی عراقی شامی. داعش همین خود کلمه داعش از امون درست شده دیگه. بنانی با در امون بخشی از جهان میخواستن یک امپراتوری چون عثمانی را به وجود بیاره، از یک نفرت، از یک زجر، از یک مشکلات این داعش به وجود آمد. باز از او پسان بعدا اگه باید داشته باشن این از امریکا مردم رفتن ثبت نام کردن، از انگلستان، از اروپا دیگه دیگه رفتن داخل همین خود داعی داعش گردیدن. مگر شیطنت جهانی، گفتم دسائس جهانی، هر یک حرکت یک چی را به یک طرف دیگه به سود خود میکشانند. اونا ایتو نبودن که برن هندوستان داعش بره و حکومت داعش دولت اسلامی عراقی و شامی بود که اینجا یک امپراتوری را یک قلم را و تاسیس بداره. باز بعد از او اگه میرن ای را گرفتن امو جرقه های از او را مثل که از یک چراغ یک روشنی را میبرن، یک شم دیگر را در یک جای دیگر روشن میکنین برای اغراض سیاسی خود. امیل یعنی چند روز شما ببینین دمیب یک دو هفته قبل در پاکستان که یک ابرقدرت در جوار ما شمرده میشه، یک حکومت صاحب اسلحه ذروی است. اگر امو ذخایر ذروی پاکستان استعمال شوه، امی شرق میانه و شرق دور یکی خاکستر میسازه، عبر
زخیم عاشی زروی یک دفعه پهن میشه، زنده جان باقی نمیمونه. مگر در اونجا هم شما دیدیم که امریکا رفت و صاحب شب در میان، چون صدر اعظم اونا بی گفتی امریکا را کرده بود و از خط قرمز و سرخ خود گذشت. شما ببینید که چقدر تأثیر گذار است بالای اجتماعات. در یک شب رفتن صاحب، چون امریکا ناراض شده بود و آدم برداشت جای از یک آدم فاسد کرپت، مثل که در افغانستان یک حکومت برداری دوستم بیاری یا عطای نور امی، آدم هایی که بسیار شهره هستند در فساد و آدم کشی و وطن فروشی، این کارا صورت گرفت. اصلا همی خود داعش اگر از بالا همو چیش شیردهنی از او را ببندین، اما من بی تمویل و تشویقی از او را در افغانستان هیچ وار یارای از این نیست که برن یک کاری را انجام بده. مگر هرچی هست، همی توطیه ها در افغانستان خونسا میشه و طالب چون بادارای همیان را از بین برده، 49 کشور جهان مغلوب ساخته، در داخل هم همی قدرت طلبا و کسی را که همی دوست ما از ایران گپ زد، واقعا بسیار فجایعی را اینا مرتکب شده بودن. همی 350,000 عسکری که باید برای دفاع یک کشور کار میکردن، اونا میرفتن و سب را واقعا در خانه یک نفر میدرآمدن، یک دوشیزه پاک، یک شریفه را میگرفتن میبردن برای خود نکاح میکردن یا میبردن زنا میکردن و دیگه و سب میاردن باز اعلام میدادن و که برو پس کار خود. یا بچگک های خورده همی 6 ساله و 5 ساله را همی هم جنس بازا، همی عسکرا و صاحب منصبا میبردن و صاحب یک 2-3 کیس از ایره برای ما داستان کردن که این عشق از چشم آدم میره. یک طفل، یک جگر گوشی، یک خانواده را برداشته بودن، برده بودن و به یک قماندانی میره، باز میفت قماندان از اینجا رفته در یک جای دیگه، باز اونجا میرفت، اما طفل از او را بردن و گم کردن. و شما ببینین که بالا یک فامیل، اگر همو فامیل بگوین که یک ماه نان نخوره نمیخوره، اگر بگوین که آب نخو برای 10 روز او را تحمل دارن، مگر ای که دوشیزه شریف یک فامیل تعرض جنسی شوه و یک طفل دیگه. اونو کارا صورت گرفته بود در مو انگام. همی آدم راست گفت بسیار بیناموسی ها، بدبختی ها در یک اجتماع سنتی مسلمان آید حالی همون مردم گرید دیده بود. این مردم وطن فروشی و صاحب خیانت ملی و اینا رو خب کنار بگذارین، همین صدمات روحانی رو که برای اجتماع اینا بار آورده بود، یعنی یک ضرر بود، یک کسافت بود که دفن گردید. حالی که یک نفر از کرمه رو میگه که والا صاحب طالب آمد یک چند سیلی زد و یکی رو کشت، صاحب دمی زمری 350,000 آدم که برای امریکا و دیگه و دیگه در رکابی از اونا میگرید، یک نفر اینجا و یک 5 نفر در یک جای دیگه کشته شده، مگر عامی از اینا همشون تبرئه گردیدن. او هم به اثر یعنی فرمان امی امارت صورت نمیگیره. یک نفر از قهر است میگه برادر این نظمی خانه و نو صاحب منصب که من میبینم کلگی مشناسه، اینمی آدم آمد، اینمی بینامیسی ها رو برای ما آید حال ما ساخت، دیگه دیگه این امارت چی که امی پدر امارت هم باشه، لعنت به اینا، من میرم امی آدم خو میکشم تا که دل ما یخ کنه. او دیگه زیر فرمان باز نه امارت میره و نه غیر امارت، مرگم قبول میکنه، میرم و اوف دل خدا میکشم و انتقام خدا، مثل که خانم ابو سفیان رفت چون برادر از او کشته بود، مجاهدین یا مسلمانان صحابه یک سیای چیرا بشیر پول داد که عمزه کاکای یا عموی پیغمبر در معرکه بکشش و عمو جگرش بیار که ما بخورم. یکان بارم خود غضب انسان ها قدر حاکم میشه بالای صبر و حوصله انسان ها، امو کارا صورت گرفت. دیگه به اول حاض در اجتماع که حال مکمل کنترل داره بالای مسلط هستن با اوضاع افغانستان، امی طالب ها هستن. دیگه به اول حاض اگه خوب است بد است، بین که با همی سازش کنیم. ایره تاری شکن میسازین و باستا احمد جان از فرانسه میای و سب از میدان فوتبال و باسکتبال و باز میای در پنشیر باز میای و باز چف میکنه و کل طالبا بیوش میشن. این سر بی خیالاتی چی است؟ مگر که خداوند چی تدبیر داره او را نمیدانم. مگر القاعده و داعش و دیگه دشمن خود طالب هم هستن.
یعنی همکار طالب نیستن که طالب از داعش استفاده کنه. اونا هم همی انفجارات و کشتاری را که اینا دارن او را منتفی قرار میده، او را حرام میدانن طالبان. و طالب باید ثابت شده باشه که در این مکاتب و در میدان سپورت و دیگه و دیگه در امو انگام وقتی انفجارات میدیدن او را بالای طالب میانداختن، ولی باید ثابت شوه که در امیالی که زیر قلمرو طالب و حکومتداری طالب انفجارات صورت میگیره، دیگه طالب و قدر احمق هم نیست که خود بدنام بسازه و همی سکیوریتی که همو قلید یا امنیت که قطعه برندی از اوناس رو با هم بزنه و خراب بسازه و داعش همکاری کنه با ایشان. و همچنان مسئله پاکستان که نوکر پاکستان هستن و دیگه و دیگه، فقط یک دو هفته قبل دیدن که بالای افغانستان حمله کردن و بمباردمان کردن. هیچ وقت یک بادار نوکر خدا و بمباردمان نمی سازه و حکومتش به هم نمی زنه دیگه دیگه. دیگه به اون لحاظ بیاینه کمان که عقلانه فکر کنیم. طالب به هر بدی که داره هیچ راضی هم نیستین، هر آنچه را که انتقاد دارین، مگر از دوگاه خوب است. این همو دو سه حالت اگه دارین، اگه بد آمست به نظرتان، همو را خوب فکر کنین. در غیر از او شما یک کوشش بی حاصل که او هم بر اجتماع همیل خدمت میکنن، یعنی عدالت هست دیگه است. و همی داعش و دیگه و دیگه کمترین، یعنی همو یک مشکل بسیار جزوی طالب شمرده میشه برای اونا همی داعش و دیگه و دیگه. مگر آمدیم بالایی که امروز همی خود تکنولوژی انفجار طوری صورت گرفته که اگه در انفجارات ببینین کس عملی انتحاری نمی کنه. هم داعش هم که میاید در یک جای تعبیه میکنه یک بما، باز ریموت کنترل داره و سه باز دور، اونم اونجا یک جاهل استاده او را بالای در مغزش انداخته که جهاد میکنی و اینی هزار دلار هم بگی و دیگه و دیگه، باز دکمهش میزنه و سه میپرانه. متاسفانه اونو طور است. طالبان نمیتانه، مگر همی دمی اید خوب سیکیوریتی و امنیت گرفته بودن، امنیت بود یا بود، این را شکر بکشی. و همی 40 سال بیاین تا این دم این را مقایسه کنی. ناشم جان سوالای میکنی بیادر که مرا میبری برو ده این مسائل واس. مگر آنچه هست همیال همی را پورایی را که من از افغانستان میبینم و مایین افغان دیگه و دیگه خوب است، یعنی به شکل نسبی جمع و جوش است. دوست فامیل ما افغانستان رفته میگه یک آله هست، یک جمع و جوش هست، یک خوشحالی و شعب و شادی هست برای عید، مردم سودا میخره. اینجا که ما در تلویزیون میگه در کانادا بودم چیزایی میدیدم، حالی میبینم که بسیار مردم راضی است و شکر میکشن و شاکر هستن. بله صاحب، سلام علیکم. بله عید شما مبارک، بفرمایید. مرزا من امی یک حال داشتم، امی طالبان چرا امی یک روز پیش امی عید سلویت میکنند امی افغانستان و امی یک روز پیش نکدیم، امو روزش بود معتاب دیدیم در آسمان 27 نفر آمدن شهادت گفتن. ما مطابق که از او ما دیگه نمیتونیم که هر وقت عربستان سعودی دلش شد و فرمان صادر کرد باز ما همون روز بگیریم. اینا گفتن ما برای ما گفته شده در دین اسلام که هر وقت شما مهتاب دیدین با چشم خود و شاهده آمدن همون را اید بگیرین. ما همی را دیدیم و مطابق از او رفتار میکنم. علی خود دلیل بسیار معقول است. وانا میگه که هیبت الله مهتاب دیده، گفته از مناطق مختلف افغانستان 27 نفر آمد. و راستی دیروز در فیسبوک دیدم که اگه آقا گفت که طالب هم ملامت نیست، خواهی بی بی او بیادر این تلیفون ما هست، این اکس این میبینی این ویدیو رو، اون ماتاب یک روزه و یک ساعته شده. ولی من طالب هم چی میگه بگویم؟ خواهی میره دیده و هم دیده هم، یعنی ما شما رو نشان میتونم که 1 میلیون آدم ببینه. اینی کار کده فهمیدی؟ الو آه این توی چی شده بیاده. به هر حال حالی خوب این 30 روز مکمل شده، یک روز قبل و یک روز بعد. در امی امریکا یک مشکل بزرگ ما همی است که باید همه مساجد چون گنجایش ندارن اکثرا میرن یک حال کرا میگیرن. برای از اون میگه که در فلانی روز من این حال تکرا میگیرم محله
مایید خود تجلیل میکنه. اگر او یک روز پیش آمید شو و میگه پشتی از او نگردین، ما چون امو را کرا گرفتیم باز او نمیشه، معامله ما با هم میخوره، میرن امو روزی را که با او که مهتابم دیده، اگه با چشم خود دیدم باشه او چی هست. او روز یکی شوخی میکد فکایی واره میگه، اگه امریکایی را کسی گفته بود که ما روزی عید ماست، ما تجلیل میکنیم، مرا رخصت بده. بازو رو گفته بود روز کدام روز است؟ گفت والا نمیفهم، یا دوشنبه است یا یک شنبه است یا شنبه است. و هم ایران مانده بود که کدام روز اینا تجلیل میکنه. بنان بعضی چیزایی را که خورده ده طالب با موقف خود استاد است. ما دیدیم که عربستان ندیده، بلا هم ده پس همی پادشاه های خوابورده که چلتار ده روی کسیفی از اینا افتاده. و ما خب برادر چیزی که قرآن گفتم او را عمل میکنه، چیزی که یک پادشاه فرتوت مخمور عربستان سعودی میگه او را ما پیروی نمیکنم. ای که پاکستان چی وقت میکنه و دیگه نمیخوا که افغانستان اونمو معتب ما را خدا نشان داد، ما همی را عمل میکنم. ای رو شما یه چیز گفتم نمیتونه. بسیار جالب هم بود یک نفر دیروز از لحاظ تکنولوژی او که صد سال بعدم صاحب یعنی تکنولوژی میگه و معتب بترست و افتاب بترست، امو تکنولوژی هم همونجا چی شده یعنی ابسولیت میگه، یعنی بی‌معنا ثابت شد. یک نفر میگه ما به چشم خود دیدیم که تکنولوژی خودت سبا را نشان میده، شاید تکنولوژی ناقص است. چشم ما خود میبینم رو. و ما به امیر عرض میدارم که بسیار پشت امید خمیر و خمیر مایه نگردین، بیان اون چیزی که مفید است امور انجام بتین. دوستان عزیز بسنده میشیم با احترام به اجتماع بزرگ افغانها و در امیر انگام بعد از ادای نماز عید میایم که تکریم و احترام برای افغانای ما سراسر جهان صورت بگیره. شما را ما دوست داریم، برادر و خواهر ما هستیم. ما از نسب پشتون هستم، قبلگای ما پشتون است و مادر ما هم پشتون بوده، از این پشتونای پغمان و پدر ما هم والیکم سلام. یک دقیقه باش برادر، مگر ما برادر بر... والیکم هاشم جان، چال داری قند؟ صحتت خوب است؟ از وقت باق زنگ زمه میره روزه و نماز برستان تبریک. از شما مبارک هاشم جان، عیدت مبارک، روزه و نمازت قبل. زنده باشین. خطاب صاحب، خطاب صاحب، همی افغانستان همی زراعتش که همی برقش که جور شوه این ملک آرام میشه. یعنی می دو کار زده هر دولت مردای کس که جور کنه، هم چراغ خانه ملت روشن میشه، هم مشکل مردم سیر میشه، روزی رو پروردگار میتن. بگر زراعت چیزی هست که ضرورت بشر هست، بعد چیزی هست که روشنی هر خانه هست. بگم ما سر این دولت مردا صدا میکنیم همین تو چیز عملی کنن این وطن جور میشه. بگم وقت تانا نمیگیریم. خطاب شد زنده باشین. خطاب شد. آه تشکر. ای وطن عرض کردم که ما ناجور می سازیم مگر جور نمی سازیم. جور کدن ای وطن برای هر نفر، اینا میگن اگر در یک شهر در هر حصه یک چراغ می بینین و یک سایه روشنی داره، باز اون طرف یک چراغ دیگر می بینین، در کل شهر هم یک چراغ نیست که کل گیر روشن بساز. هر چراغ باید روشنی خود بده تا که همی تو دمی جاده که طولانی میرین که همی جاده روشن باشه. در یک محوطه جغرافیایی هم هر کس یک چراغ میتونه باشه که روشنی بده. اگر در زراعت هست، اگر در یک نفر از راه رد میشه میبینه که خاکروبه افتاده، امور پاک کنه، یا فرزن خاکروبی خود میاره باید امو بیلر پرته در پاکی خود بکوشه. اگر یک نفر چهار طرفی هم دروازی اویلی خود پاک کرد و آدم دیگه پاک کرد و دیگه پاک کرد، یک شهر پاک میشه. مگر اگر ایره باشه که باش رئیس بلده بیایه و به ما چی غره، از حکومت باید کار کنن، معاش میخورن و چرا نمیکنن دیگه، باز اینجا بیادر باز رفتی خراب شدی. بله سلام علیکم. آقای کتاب محترم، عرض سلام دوباره دارم برای شما و دوستای محترم. به ارتباط همی برق ما یک گفتنی داشتم که بسیار مناسب است که از طریق برنامه شما بگویم که مولای سیبو هم اگه در افغانستان کلگی مشتم مسئولین دفاعی افغانستان
چی میشه کمی مسئول هر پای برق که با شما دیدیم در هر پای برق $1,000,000 مصرف داره که انفجار میتن تخریب میکنن. نفرای امنیتیش از اون مردم خودم اون ساعه بگیره مسئول برشان تعیین بکنه که بگوی اگه این پایه انفجار کرد باز ما شما را جزا میتیم. مسئول مردم امون منطقه را بگیره مسئول پا مسئولین پایه برق امنیت پایه برق از خودم و محل و رسوالی انتخاب بکنه که جوابده مناسب داشته باشه برای طالب. آلی گم میمانه، نفر گم میمانه، رخمه که داعش تا بال گم دست ایران هم دعوا میکنه. آدم نمیفهمه که آلمی داعش امکان داره که از یک واژه گم هسته که محلای شیعنشین انفجار میتن باز ایران دولت طالب هم ملامت میکنه که داعش نفوذ کرده. همین خود داعش از کجا معلوم که نقش ایران در داعش چیست؟ که خود همی داعش قابل سوال است یک واژه موهوم. حالا به خاطر پایه برق همین مستری که برنامه شما میگم امیرم شما یکم توضیح بدین چطور است که به نظر شما که از خود محل بر امنیت پایه های برق افراد توضیح بکنن ماش بتن مسئولین امنیتیشه و بازپرس هم از امونا بکنن جدی ترین باز جوابدی هم اینا نه بله تشکر محل... 24 ساعت یک نفر زیر هر خاده استاد کنی و یک نفر که من انفجار میته خود آدم هم میتونه بکشده میشه کش بزن هاشم جان هفته آخر چلیم که میگه مگر دو نفر و سه نفر اگه استاد کنه 24 ساعته میفهمی ماش یک نفر چند است ما مردم هیچیم تو سنجش و مصارف و عواید هیچ نمی سنجیم در افغانستان همی وقت و تایم و دیگه و دیگه هیچ بالایش فکر نمیشه که اینجا در امریکا میگه وقت تلاس تایم از منی پول است 24 ساعت سه نفر زیر هر خواده است به هزارها خواده و تا که برق میای و باز بالاخره ببینی که باز یک پایه را انفجار داده این تیوریه های چی هست مگر تا حال خواهیم مشکلات انفجار پایه ها و اینا و قدر زیاد نیست یک مشکلی که عام نشده و سرش آدم زیاد فکر نکنه منطب آنچه است در عموم آهسته آهسته همه چیزا حالو فصل میشه وزی که خادر اوش خدا بگیره باید برق که از تاجکستان از ترکمنستان است از کجا میاد این سرش فکر کنین یک برقی بیگانه در سیم خود افغان در داخل خاک افغان میاد در حقیقت همی خود خاده ها و سیم ها یک وسیله نقل یک انرژی است که به افغانستان میاد از خود ما نیست او را چاریش کنیم که از خود آب و ابهار خود برق تولید کنیم یا برق بادی یا برق همی سولر سیستم امروز تکنولوژی بالا رفته از او استفاده صورت بگیره که دیگه حاجت همین خاده های برق هم نشه گران دوستان و تاسیه هر یو پخلای سپارو بسیار خوش شدیم دیگه تلفن های شما رو ما جواب دادن نمیتونم فردا روز سه شنبه باز انشالله خدمت شما خواهد بودیم بالای مسائل سیاسی هم صحبت خواهد کردیم و ایدم باز دوباره تجلیل میداریم بسیار خرسند استم که با افغانهای خود روی روی یک دید و دیده کردیم یک راز دل موجود شد اگه ما از همه شما اظهار امتنان دارم عید خوش و صحت و عافیت برای همه میخوایم دی خدای پامان پامخم